سلام به همه دوستان عزیز. این هفته پارشای شلخ لخه هستیم. تو پارشای شلخ لخه نوشته که جاسوسا وقتی که رفتن زمین اسرائیل و برگشتن، پس به قوم اسرائیل گفتن که احساس کردم که مثل ملخ بودن، چون که اونجا همه این قلدرا بودن، پس احساس کردم مثل ملخم. و اینطور هم اونا فکر کردن. خدا گفت از کجا میدونین اونا چی فکر کردن؟ چرا خودتون رو انقدر کم میدونین؟ به خاطر اینکه اینطوری کم میدونین، پس آدم خودش رو کوچیک نگه میداره، بزرگ نمیشه. چرا هی میزنه توی سر خودش، نه من خوب نیستم، من اینم، من اونم، هی بدگویی خودش رو میگه. خدا میگه بدون من روحی که بهت دادم، جونی که بهت دادم، میگه رابنوها اریه کدوش که همه علم کبلا ازشه، میگه مثل روح تو از اول دنیا، از آدم اول نبوده در دنیا و الان هم نیست و نمیاد. فقط تویی، تو تنها روحی به این صورت، تو این فامیل، تو این جا، فقط تویی. آدم باید بدون ارزش خودشو، مثل مثلا یه ارکست، 20 تا آدمایی هستن که ویولین میزنن، ولی اگه 19 تا باشن همون صدا در نمیان. هر کسی میگه خب اونم دعا میکنه، اونم تفیلین میذاره، اونم روسری میذاره، نه برای شبیه هم نیست. هر کسی بدونه فرمانهای خدا رو که انجام میده یه صدای مخصوصی داره، یه موزیک مخصوصی ایجاد میکنه، به وجود میاره. بنابراین هر کدوممون باید بدونیم کارمون رو انجام بدیم، کار مخصوصی که خدا فرستاده ما رو به این دنیا واسه اون، و همه کارهای تو را که هممون باید انجامشون بدیم. ایشالله خدا کمکمون بکنه که موفق باشیم، اون وقت همه عکس پازله کامل میشه. هر کسی کار خودشو انجام بده عکس کامل میشه. ایشالله خدا کمکمون بکنه. با همون باشین دوستان عزیز. هر دوشنبه از 6 تا 7 به زمان اسرائیل توی فیسبوک یهودیان ایرانی یا توی اینستاگرام خودم رابی پراتو به انگلیسی. شبت شلوم.